سهمیه سوخت خرداد واریز شد اما نه برای شخصی ها همه وسایل نقلیه عمومی به جز خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها سهمیه سوخت خردادشون رو دریافت کردند حالا سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میگه تو این زمینه منتظر تصمیم دولتی ما منتظر هستیم که انشالله تصمیم گیری که از سوی مسئولی میشود به ما ابلاغ بشه که ما اجرا کنیم هنوز تصمیم گیری نشده؟ هنوز تصمیم گیری نشده ولی فکر مخوام هم ظرفم یکی دو روز آینده به هر حال یه نتیجه به ما اعلام کنم آیا ولی زمزمه هست که میگن قرار هست که بنزین تکنرخی بشه و حالا باز هم شایعه محتمل تر اون که قرار هست بنزین بنزین با نرخ هزار تومان و تکنرخی داده بشه این چقدر صحت داره شایعاتی هم که مطرح است هنوز به ما هیچ ای که بر صحت یا عدم این واریز نشدن سهمیه 60 لیتری بنزین خرداد ماه خودروهای شخصی رئیس اتحادیه جایگاهداران سوخت در نامه‌ای به وزارت نفت به توقف واریز سهمیه این خودروها بدون اطلاع قبلی و ایجاد مشکلاتی برای جایگاهداران و مراجعان اعتراض کرد وزیر نفت با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی درباره تغییر قیمت بنزین مطرح است گفت تکلیف قیمت و سهمیه بنزین تا آخر هفته در دولت تعیین می‌شود در حالی که دست کم در محافل خبری همه در انتظار شنیدن روش قطع یارانه نقدی دهک های پر درآمد بودند سهمیه بنزین خورداد ماه تا به امروز در کارتها ها شارژ نشد تا زمزمه های بنزین تکنرخی به گوش برسد دولت به لحاظ قانونی دو روش برای جبران کسری حدود ده هزار میلیارد تومانی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها دارد اول حذف افراد پر درآمد از فهرست یارانه بگیران و دوم قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین البته این وسط روش های دیگری نیز مطرح شد مثل پرداخت ده ماهه یارانه نقدی به جای دوازده ماه و کاستن از مبلغ 45500 تومان که این روش ها دیگر مطرح نیست ما باید آینامه اجرای این قانون رو که تفسیری 20 اون رو منعکس میکنه رو تحییب و این رو تهیه کردیم در جلسه گذشته هم بخشی دولت توی هیئت وزیران روش متمرکز شد روزی یک شنبه نهایتاً این قطعی میشه پر نشدن سهمیه بنزین خورداد در کارت خودروهای شخصی می تواند شامل این پیام باشد که دولت از هر دو ابزار قانونی خود برای پر کردن کسری منابع قانون هدفمندی می خواهد استفاده کند شاید سؤال ذهنی جامعه اکنون این باشد که چه زمانی قرار است تکلیف قیمت بنزین مشخص شود ظرف همین یکی در روز آینده قریب به یقین اعلام خواهد شد افزایش قیمت بنزین و کلا انرژی البته یک نگرانی هم ممکن است ایجاد کند و آن خطر تورم است سال قبل قیمت بنزین 65 درصد افزایش یافت اما هیچ تورمی ایجاد نکرد آیا امسال هم دولت از پس کنترل تورم برخواهد آمد؟